پیشخوان به وجود آوردن که الان یه دلار از سر کار میان یه اینجا الان فکر نمی‌کنم اینجا مغازه زیر 20 بکش اینجاست الان اینجا پره دیگه با این نمای حالا کوچیک و جمع و جور. خب تقریبا رسیدیم درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله امروز اومدیم اینجا مترو صادقیه است. میدونم که اونایی که قدیم اینجا بودن کلی براشون تغییر کرده. الان رو نقشه میبینید مسیر امروزمون رو. این سکوها رو به تازگی تغییر دادن. یه جوری هم برای نشستن هم دست فروش ها میان اینجا بساط میکنن. هر دوتاش با همه. این سمت چپ تاکسی ها هست که اکثرا میرن سمت قبل مثل شهر زیبا، شهران یا همه انبار ستاری، دانشگاه. منظورم دانشگاه، دانشگاه علوم تحقیقاته که تو بلوار انتهای ستاری هستش، سیمین بلوار. کرایه هاشون هم دیگه زیده 6-7 تومن نیست. تاکسی ها میتونید ببینید دیگه یه حالت پیشخوان به وجود آوردن که همه باید میشن سوار تاکسی میشن و لذت میارن. چقدر کار خوبی کرد. سمت هم شهرداری یه تیکه حالت بیابونیه یا آلاچیق داره. حالا ورداشه کلان سکوش کرده میتونید ببینید. اینجا هم که یه حالت ورودی مستقیم میره واسه متروی کرج. حالا اونایی که آشنایی دارن میدونن دیگه به چه صورته. الان تقریبا ساعت 7:30 شبه و حالا مردم یه دال از سر کار میان یه ده هنوز تعطیل نشدن و یه جوری میشه که الان فعلا هوا رو به خنکیه. 35 درجه است. الان من دارم تو گوشیم نگاه میکنم. کلا این منطقه غرب تهران که داریم میریم سمت بلوار فردوس جدا مناطقیه که تو 30 سال گذشته دچار خیلی تغییر تحولات شده. جدا مناطق شلوغی شده و اینکه هم قیمت خونه اینجا افزایش پیدا کرده که دلیلش همین وجود متروه و توسعه شهرنشینی به سمت غرب تهرانه. یعنی الان دیتون تو منطقه 5 شهرداری تهران واقع شده چسب منطقه 5-22 به سمت غرب تهران، همون جایی که باملند و دریاچه و اون برجای چیتگر همه وجود داره. اینجا به این خاطر دچار ترقی شده، حالا چند نظر قیمتی چند نظر جمعیتی خودتون میتونید مشاهده کنید که حالا این جمعیت اکثرا به خاطر وجود مترو اینجا رفت آمد میکنن و یه جوری میشه گفت کاسبی این مغازه‌ای که این اطراف هست همه به خاطر این جمعیتی که اینجا هست. اینجا الان فکر نمی‌کنم چه مغازه زیر 20 میلیون ماهی اجارش بشه رو به بالاه، یعنی بیشتر 20 میلیونه. خب جلوتر که میریم میخوریم به بلوار فردوس و بعدش هم میریم سمت میدون آریاشار هم صادقی فعلی. این دیوار رو میبینید اینجا زمینیه که معلومه صاحبش نیست، وگرنه تا الان ساخته شده بود. یه چیزی که من تو واسه این منطقه پنج این قسمت صادقی دوست دارم اینه که همه چی قیمتش رو نمیدونم، نه رو به بالا اصلا رو به پایینه، ولی حس و حال خوبی داره. تو مناطق غربی تهران نمیدونم چه کلامی به کار بدم، اعتدالش خوبه. اینجا چون میخوره به بلوار فردوس، خب تو میگم بلوار فردوس جدا بلوارای قدیمه و اینجا هم پر از دوستانه کوچیکه مثلا اهالی که اینجا وجود داره. حالا خودتون میتونید مشاهده کنید یکیش اینجاست. من از این برم سمت چیز را داره ها، خود میدون آریاشار یا همون صادقیه. یه تعداد آدمایی که میخوام برم با تو جناب برم سمت میدون آزادی از اینجا میرن چون جلوتر ترافیک شدیدتری داره. همیشه بلوار فردوس شلوغ، آیت الله کاشانی یا همون آتاتورک سابق شلوغ، انبه کیلویی 65 تومنه. اینم کار زیبای شهرداریه دیگه. حالا از این مکان استفاده کرده، سنگ فرشش کرده،
موزاییک مخصوص نابینایان هم داره. یه چیزی جالب که اینجا معلوم باسه اولین بار توجه کردم، این راسته مغازه همه خالیه و من معتقدم که یا قرار اینجا ساختمون ساخته بشه یه مشکلی پیش اومده. این همه مغازه اینجا خالی مونده، از قیافه مغازه معلومه 10 سال حداقل اینجا خالیه. جالب بود برام، پر از این فروشگاه حالا زنجیره ای دیگه. اکثرا نزدیک میدون آریا شهر اکثر خیابونایی که حالا فرعی الان مثل اینجا وجود داره داخلشون پر از اداره و درمانگاه و دکتر و اینجور چیزا هستش. اینجا سایه درخت افتاده، در خنک‌تر بود به نسبت. یادتونه چند وقت پیش اومده بودم بالا فردوسی تیکش رو نشونتون دادم، گفتم اینجا شبا یه چیز دیگه است. الان یواش یواش داریم نزدیک بلوار فردوس میشیم. اینجا بلوار فردوس شرقه، اتوبان ستاری اومده بلوار فردوس رو به 2 دسته تقسیم کرده، شرق و غربی. شرقیش خیلی گرونتر از غربیشه. خونه متری اینجا دیگه از 80 میلیون نوساز هست رو به بالا. میگم بازم همیشه بستگی به سازنده، کوچه ای که هست و دسترسی که اون کوچه یا خیابون داره مد نظره. خودتون میتونید ببینید مثلا یه چرخشی داشته باشه نسبت به این خیابون. کوچه های عریضی هم داره. میدونی الان چشم خورد به این ساختمانی که دارم میسازم. ببین مشابه اینجور ساختمان ها اینجا پره دیگه، با این نماهای حالا آجوری و گرم مدرن. چون میدونی الان یه ضابط هایی داره شهرداری، اینجوری نیست که دیگه سلیقه‌ای بسازن. البته بازم استثناهایی من دیدم که بازم سلیقه‌ای ساخته میشه، ولی خب باز سعی کردم یه ذره جلوشو بگیرم. استفاده از نما رومی یه ذره کمتر شده. این ساختمون که الان سنگ گرانیت خورده، این سبک از سنگ و این نما مال 20 سال پیشه. من بدون اینکه اصلا سند اینجا رو رعایت کنم بهتون میگم، نه اکثرا تا 20 سال پیش ساخته شده. که میوه فروشی، میدونم خیلیاتون ممکنه اگه اینجا آشنایی داشته باشید تو چند تا خیابونی که من ازش دارم عبور میکنم ممکنه کار کرده باشید یا سکونت داشته باشید تو این منطقه. تقریبا رسیدیم به انتهای این خیابون که میخوره بلوار فردوس. ما دست راست میریم به سمت آریا شهر. یه ویدئویی هم از همینجا یه ذره جلوتر براتون تهیه کردم، پر از رستوران و فست فود و اینجور چیزاست. میتونید کاملا تو ویدئویی که براتون قرار میدم تو توضیحات اگه دوست داشتید حتما نگاه کنید. میبرم که میره سمت میدون آریا شهر. روبرمون هم که اول خیابون آیت الله کاشانیه، هم ترافیک اینجا همیشه هست، پر از این ویتامینه یاست که حالا تو این فصل مشتری خودشون رو دارن. میتونید ببینید دیگه، کوچیک و جمع و جور ولی به نسبتش شلوغ. بریم تو پیاده رو ادامه مسیرمونو بریم. این کندن این چاهایی که میبینید میکنن، شرکت فاضلاب تهران یه طرح خیلی گسترده‌ای داشت
و داره برای آب و فاضلاب، یعنی یه فاضلاب شهری یک پارچه، و خیلی از ساختمان ها به صورت مجزا هزینه‌اش رو گرفتن و دارن میکنن و حالا هم تموم نشده، ولی قراره یه فاضلاب یک پارچه داشته. حالا طرحش خیلی قدیمیه ها، ولی خب هنوز ادامه دار. بغلش یه اورژانس بیماری تنفسی هم برای بیماری کروناست یا کووید، الان تازگی دوباره داره شروعش بیشتر میشه. اگه کسایی که حالا چه ایران هستن چه خارج از ایران، ولی بیشتر برای عزیزانی که داخل ایران ویدیو رو تماشا میکنن، درخواست میکنم ماسکشون رو بیشتر بدن. شما همین الان داخل ویدیو دیدید شاید 80% مردم با این حال که من از سمت مترو داشتم میومدم ماسک نزده بودن. خب این مسلما با این 10-15 میلیون آدمی که ماسک واکسن نزدن دچار مشکل میشه. امیدوارم که ماسکتون رو استفاده کنید، حداقل برای سلامتی خودتون و اطرافیان خودتون. ببینید الان من خیلی وقت بود اینجا رد می‌شدم، کسی نبود، ولی الان می‌بینید من که نشستم این بیرون این مرکز حالا کلینیک کوچیک، تعدادشون کم نیست چون تو شلوغه که اومدن بیرون. اینجا در ورودیشه. اینجا هم مرکز خرید شیره، این یکی از همون خیابونه فرعیه که رفتیم بشه بهتون گفتم پر از اداره و اینجور چیز هاست. اینجا هم که داروخونه شبانه روزی، اینا رو اگه میگم برای اونایی که یه موقع تو ایران زندگی میکنن یا تو این محله هستن و نمیشناسن بیشتر توضیح میدم، وگرنه حالا معرفی بیمارستان و داروخونه و مرکز کرونا چیز خاصی نیستش که شما ازان که اون برستید در جریانش باشید. خب تقریبا رسیدیم انتهای مسیرمون، خودتون میتونید ببینید دیگه. حالا با هرچی به غروب رفتیم داره شلوغ‌تر هم میشه چون هوا واقعا خنک‌تر میشه و مردم تو اون تایم بیشتر میان بیرون. اینجا به خاطر وجود این کانال آبه یه بوی نامطبوعی من احساس میکنم. میبینید که چقدر دست فروش اینجا تراکمش بیشتره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود.